با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، در ادامه بحث مغناطیس حیاتی و انسان مغناطیسی میخوام یک نمونه تاریخی دیگه ای رو به عرض شما برسونم. نمونه بزرگی که توسط مورخان ایرانی در دوران قاجار به ثبت تاریخی رسیده و علاوه بر اونها مورخان فرانسوی و مورخان روسی نیز این واقعه رو ثبت و گزارش کردند. در زمان فتح علی شاه قاجار بین ایران و روسیه به واسطه فتوای ملاهای درباری درگیری نظامی به وجود اومد که به جنگ خاندان براندازی منتهی شد و در نهایت رسید به انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای. این جنگ‌های قفقاز از طرف ایران به سرفرماندهی ولیعهد فتح علی شاه یعنی شاهزاده عباس میرزا رهبری می‌شد. عباس میرزا مرد بسیار با شهامت و شجاعی بود و با انضباط کامل نیروهای تحت فرماندهی خودش رو در جبهه‌های مختلف در برابر ارتش بسیار بسیار مجهز و پیشرفته روسیه تزاری سازماندهی می‌کرد. مشکل عباس میرزا این بود که ایران خودش تولید کننده سلاح‌های گرم نبود و به طور کلی حکومت قاجار تکیهش به واردات سلاح‌های آتشین از پرتغال، از فرانسه، از کشورهای اروپایی بود، در حالی که روسیه خودش میتونه سلاح‌های آتشین توسط صنعتگران داخلی تولید کنه و از نظر ادوات نظامی و تجهیزات به روز اون زمان کم و کسری نداشت. در همون زمان بود که ناپلئون برای این که قدرت مرکزی در روسیه ضعیف بشه و نیروهای نظامیش تحلیل برن، با قاجاریه یک پیمان مودتی منعقد کرد و متعهد شد که سلاح‌های آتشین مورد نیاز ارتش ایران رو تأمین بکنه تا ایران بتونه از جنوب به روسیه حمله بکنه و بعد از این که قوای روسیه تحلیل رفتن، ناپلئون از طرف غرب به روسیه یورش ببره و تا تسخیر مسکو پیشرفت بکنه. به هر حال ورود مهمات و تجهیزات غربی به ایران یک نوسانی داشت، تابعی بود از متغیر موقعیت کشورهای اروپایی در قبال روسیه و روسیه در قبال کشورهای اروپایی. در بسیاری از موارد در جنگهای قفقاز مشاهده میکنیم که عباس میرزا موفق به درهم شکستن نیروهای روسیه تزاری میشد و پیشرفتهای بسیار زیادی میکرد، اما نهایتاً به علت کمبود تجهیزات نمیتونست سنگرهایی رو که فتح کرده بود نگه داره. نهایتاً تزار روسیه وقتی مشاهده کرد که در چندین جبهه ارتشش دچار شکست شده، یک سرفرمانده بسیار قسی القلب رو که در جبهه لهستان خدمت میکرد احضار کرد و به او مقام سربازرس کل ارتش روسیه رو داد. این آقا اسمش بود کلونل پاول دیمیتریوویچ تستیسیانوف. ایشون موقعی که درگیر جنگ قفقاز شد مشاهده کرد که شیرازه ارتش تزاری در حال از هم گسیختن و فساد در میان فرماندهان ارتشی داره شیوع پیدا میکنه. این بود که یک انضباط آهنینی برقرار کرد و با تجدید سازمان ارتش به طرف نیروهای
ایران هجوم آورد و در چند جبهه اساسی اونها رو وادار به عقب نشینی کرد و حتی از مرزها عبور کرد و به محاصره رشت و شهرهای اطرافش دست زد و نهایتاً کل قوا رو جمع کرد و برد برای اینکه باکو رو از دست ایران در بیاره و پرچم روسیه تزاری رو بر فراز قلعه مرکزی اون به اهتزاز در بیاره. قلعه باکو در محاصره نیروهای ژنرال پاول دیمیتریوویچ تستیانوف ملقب به اشپختر قرار داشت. دلیل اینم که این شخص اشپختر نامیده می شد این بود که ایشون سربازرس کل نیروهای ارتش روسیه بود، یعنی در جایگاه انسپکتور ژنرال قرار داشت و ایرانی ها واژه انسپکتور رو اشپختر تلفظ می کردن. و یک وحشت عجیبی از این اشپختر به دل نیروهای ایرانی افتاده بود و شاه قاجار هم واقعا دچار واهمه و ترس و وحشت از شکست خفتبار و بزرگ شده. در این اثنا در 1806 میلادی در تهران در پایتخت یک شخصی رفت به دربار فتلی شاه قاجار که معروف بود به حاج آقا میرزا محمد صاحب کرامات استرابادی هندی و به شاه قاجار گفت من میتونم این فتنه بزرگ روسها رو دفع بکنم. شاه قاجار گفت یعنی چی، تو ارتشی هستی؟ گفت نه. گفت از عملیات نظامی سررشته داری؟ گفت نه. گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفت من ارتش روسیه رو در هم میشکنم و محاصره باکو رو متوقف میکنم و این سپاهی که دور باکو رو گرفته و اونجا رو محاصره کرده و شب و روز اونجا رو زیر باران گلوله های توپ قرار داده دفع خواهم کرد. شاه قاجار گفتش که چطور میتونی این کار رو بکنی؟ گفت من ظرفیت انجام این کار رو دارم، شما یک کالسکه‌ای در اختیار من بذارین که من رو منتقل بکنه به حضرت شاه عبدالعظیم در جنوب تهران و دستور بدین که دوتا حجره رو اونجا خالی بکنن، یکی رو در اختیار من قرار بدن و یک حجره رو در اختیار یک خادمی که امور مربوطه به خلوت نشینی من رو تأمین و تضمین بکنه. من از امروز اگر که شما موافقت بکنی تا 40 روز دیگه این ماجرا رو ختم میکنم، محاصره باکو رو به پایان میبرم و ارتش روسیه تزاری رو در هم میشکنم. شاه قاجار گفت این تعهد بسیار سنگینیه که تو داری تقبل میکنی، غیر ممکنه و تو داری الان با شاه قاجار داری صحبت میکنی، ریسک بزرگی رو داری برمیداری. اگر از عهده این کار بر نیای دستور میدم تو رو بذارن جلوی توپ و نابودت کنن، به هلاکت برسونن. گفت نه، شما مطمئن باشین که من این قولی رو که به شما میدم وفا میکنم. شاه قبول کرد، گفت اون چیزایی رو که ایشون میخواد در اختیارش بذارین، دو تا حجره اونجا خالی کنی، یه کالسکه در اختیارش بذارین که این بره به شاه عبدالعظیم و یه عده‌ام به عنوان خادم از جهت تمهید امور خلوت نشینی این حاج آقا میرزا محمد استرابادی صاحب کرامات هندی فرستاد. این آقا رفت اونجا تو اون حجره‌ای که در اختیارش گذاشته بودن نشست و در حجره رو بست و یک قاعده منظمی رو قرار داد که اون خادم‌ها بدونن که کی باید بیان و چیکار باید بکنن و ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم، هرچه نه پیمان دوست بود بریدیم، هرچه نه پیوند یار بود گسستیم، مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند که مستیم. از اون طرف در جبهه باکو وضع خیلی خیلی خراب بود و روز به روزم داشت وخیمتر می شد.
کلونل اشپختر مدام پیک میفرستاد به جانب قلعه باکو و میگفت آقا یکایک شما در اینجا از گرسنگی و تشنگی و عدم امداد رسانی تلف خواهید شد، من کاری با شما ندارم، اما نامرم نوشتم برای مردم شهر، شما فقط دروازه قلعه رو باز کنید که ما وارد بشیم و پرچم روسیه رو بزنیم بالای قلعه. با مردم شهر کاری نداریم، هر کی میخواد بمونه بمونه، هر کی میخواد بره بره، فقط شما خودتون دروازه رو باز بکنید، وگرنه من اینجا میمونم تا این محاصره به نتیجه برسه و شما به زانو در بیاید. و این ماجرا همچنان هر روز داشت ادامه پیدا میکرد و صبر مردم هم تموم شده بود و چاره‌ای هم نداشتن. والی باکو که از طرف فتح علی شاه به اونجا فرستاده شده بود یه شخصی بود به نام حسین قلی خان و یکی از اقوام ایشون ابراهیم بیک نام داشت. نهایتا حسین قلی خان گفت آقا خوبه ما یه هیئتی رو تعیین بکنیم برای مذاکره که اینها برند و با اشپختر وارد مذاکره بشیم، ببینیم اونا شرطشون چیه و اون اماننامه‌ای که راجع بهش صحبت میکنند چه تعهدی رو متقبل میشن، در ازاش از ما چی میخوان. اینجوری نباشه که ما در قلعه رو باز بکنیم اینا بیان دست به قتل عام عمومی بزنند و زی حیاتی رو در قلعه باقی نگذارند. و همین دلیل این هیئت حرکت کرد، اومد و با روس‌ها وارد مذاکره شد و این مذاکره چندین بار ادامه پیدا کرد و راجع به مفاد قرارداد تسلیم قلعه داشتن صحبت می‌کردند و گفتگو می‌کردند و از اون طرف هم خبر به شاه قاجار رسیده بود که آقا شما کمک نمی‌کنی و باکو رو به امان خدا رها کردی و نیروی به اینجا برای کمک و امداد نمیاد و همه چیز در شرف از بین رفتنه، تا اینکه این 40 روز گذشت و شاه قاجار خیلی خیلی ناراحت و عصبانی و خشمگین در دربار نشست و گفت که برین و این میرزا محمد رو از اون حجرش بکشین بیرون، ورش دارین بیارین اینجا، این ما رو به بازی گرفت و ما رو فریب داد و وقت اینجوری تلف شد و این همه نفوس ممالک محروسه ما تلف شدن و از بین رفتن و آبروی ما هم رفت، اینو بیارین تا من مجازاتش کنم. آوردند حاج آقا میرزا محمد صاحب کرامات استرآبادی هندی رو. فتحعلی شاه بهش گفت آقا میرزا محمد شما مگه متعهد نشده بودی که بعد از 40 روز سر اشپختر رو اینجا حاضر بکنی در برابر من در این دربار؟ مگه استشهادنامه تنظیم نکردیم؟ مگه خودت امضا نکردی؟ مگه مهر نکردی؟ مگه مهر سلطنتی من پای اون نخورد؟ مگه شهود این استشهادنامه رو امضا نکردن، تاییدش نکردن؟ گفت چرا؟ گفت قلعه باکو سقوط کرد، ما به حرف تو گوش کردیم، تأمل کردیم، درنگ کردیم، الان همه چیز از دست رفته. میرزا محمد استرآبادی گفت نه قربان اینجوری نیست، خلاف به عرضتون رسوندن. شاه قاجار با عصبانیت گفت من اطلاع دارم که قلعه باکو در شرف تسلیم، در حال مذاکره هستند، تموم شده کار، الان که ما داریم صحبت میکنیم این مذاکرات به نتیجه رسیده، غلط است. گفت نه مذاکره در کار نیست. گفت چطور؟ گفت سپاه روسیه که اونجا رو محاصره کرده بود در هم شکسته و فرو پاشیده. گفت تو از کجا میدونی؟ گفت من اطلاع دارم. گفت چطور این اتفاق افتاده؟ گفت برای این که همچنان که من به شما وعده داده بودم سر اشپختر به خاک پای شما افتاده و جانش هم برباد رفته و ارتش روسیه هم در اونجا در هم شکسته شده و تارومار شده و غنایمو گذاشتن و فرار کردن. گروه چاپار که با اسبهای خودشون دارن میان به طرف پایتخت، به کرج رسیدن و در کرج پای اسب یکی از این هیئت رفته به یک چاله‌ای و اون اسب خورده زمین و پاش آسیب دیده
و یه مقداری تعلل و درنگ از اینجا حاصل شده. ولی میرسن همین انقریب که شما حضور دارید در دربار. فتحعلی شاه گفتش که من 40 روز صبر کردم، حالا 4 ساعت دیگه هم صبر میکنم ببینم تو چی میگی. قضیه از این قرار بود که وقتی اون هیئت مذاکره کننده اومدند و نشستند در آخرین مذاکرهشون با اشبختر گفتگو بکنند، در میانه مذاکراتی که داشتند برای امضاء عقدنامه تسلیم قلعه، یک دفعه حال ابراهیم بیک که رئیس اون گروه مذاکره کننده از طرف حسین قلی خان والی باکو بود عوض شد و هم ریخت. یک دفعه نگاهش عوض شد، حالت صورتش عوض شد، درست مثل اشخاصی شد که گویی روحشون تسخیر شده، گویی تحت تصرف یک منیتیزور بسیار نیرومند در اومده که از راه دور اراده اون رو تحت اختیار خودش گرفته. ابراهیم بیگ که نشسته بود داشت صحبت میکرد، یک دفعه از جای خودش جست زد و شمشیرش رو کشید و با یک ضربت سر اشبختر رو از قلعه بدنش جدا کرد. هیئت مذاکره کننده عالی رتبه روسیه که جنرال های برجسته مقامی بودن خشکشون زد از این واقعی که دفعتا اتفاق افتاد و گروه مذاکره کننده ایرانی هم فرصت رو غنیمت شمرد و با اینها درگیر شد. اینا پا به فرار گذاشتن و چون اشبختر سرفرمانده کل قوای نظامی روسیه بود، فرماندهان ارتش دیگه نمیدونستن از کی اطاعت کنن و چی کار باید بکنن، به همین دلیل هر کدومشون از یک سمت فرار کردن و تجهیزاتشون رو به جا گذاشتن و اون محاصره در هم شکسته شد و اون قوا فرو پاشیده شد و غنایم بسیار زیادی هم نصیب ارتش ایران شد. بلافاصله حسین قلی خان که آگاه شد که بیرون دروازه باکو در محل مذاکره چه اتفاقی افتاده، دستور داد که سر اشبختر رو در یک صندوق چوبی گذاشتن و یک هیئت چاپار رو مقرر کرد که با سرعت با اسب‌های تیزپا به طرف پایتخت ایران حرکت کنند و درنگ نکنند و هر جا که اسب‌ها خسته میشن از اسب‌های تازه نفس استفاده بکنن و برن تا برسن به پایتخت و سر اشبختر رو ببرن نزد شاه قاجار. این اتفاق افتاده بود در حالی که فتحعلی شاه از این قضیه خبر نداشت. یعنی اولین گروه پیک که این خبر رو داشت می آورد که چون این اتفاقی افتاده برای آگاه کردن شاه، همون گروهی بود که داشت سر اشبختر رو می آورد. تا پیش از اون فتحعلی شاه هیچ اطلاعی از این ماجرا همین که نشسته بودند در دربار و منتظر بودند، فتحعلی شاه نشسته بود و حاج آقا میرزا محمد استرابادی صاحب کرامات هندی نشسته بود، یک دفعه این گروه چاپار رسید و صندوق رو آوردن گذاشتن جلوی فتحعلی شاه. این آقای حاج آقا میرزا محمد استرابادی صاحب کرامات هندی، ایشون در سال 1144 خورشیدی، یعنی در قرن 12 خورشیدی، در اکبرآباد هند متولد شده بود و تا 20 سالگی در همون اکبرآباد هند رشد و نمو کرده بود و نزد استادان مکتب سیر تحول جوهری بر بستر انشائی تن و روان در جنگل‌های اون ناحیه ورزش‌های بسیار زیادی کرده بود و ممارست‌های غریبی انجام داده بود و تبدیل شده بود به یک انسان مغناطیسی.
و بعد در سن 20 سالگی برای انجام فریضه حج رفته بود به مدینه منوره و مکه معظمه و بعد از اونجا رفته بود به عتبات و در همونجا سکونت اختیار کرده بود برای انجام تحصیلات حوزوی تا نیل به درجه مرجعیت. اگرچه مانند سایر طلاب علوم حوزوی ایشون هم یک عبایی به دوشش بود و یک سرپوشی روی سرش بود، اما در زیر اون عبا و سرپوش یک میدان مغناطیسی بسیار نیرومند داشت که از راه دور و نزدیک اشراف بر ضمایر و اشراف بر خواطر داشت و بر انجام امور خارق العاده توانایی کسب کرده بود. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگه.